هر وقت که اینجا حکومت موقت به وجود بیاید و ضمانت های ملی و بین ملی از اقتدار برایشان میگذارم. نجیب الله احمدزی معروف به دکتر نجیب الله در 14 ماه اسد سال 1326 هجری خورشیدی در یک خانواده متعلق به قوم احمدزی در شهر کابل به دنیا آمد. دکتر نجیب الله تحصیلات متوسطه اش را در لیسه حبیبی کابل به پایان رساند و در 28 سالگی و در سال 1354 به درجه دکترا از دانشگاه کابل در رشته طبابت فارغ شد و فعالیت های سیاسی خیش را در سال 1344 با یک جا شدن به دسته پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز کرد و در همین زمان به خواندن آثار مارکسیستی نیز آغاز کرد و در سخنرانی ها در آمایش های دانشجویی و حزبی مهارت یافت. وی به زودی در میان اعضای حزب در دانشگاه به چهره شناخته شده ای مبدل شد و با پیشرفت سریع در تشکیلات سازمانی بسیار زود در حلقه افراد بسیار نزدیک به ببرک کارمل رهبر جنای پرچم حزب درآمد. دکتر نجیب الله در ماه جوزای سال 1357 هجری خورشیدی به عنوان سفیر افغانستان در تهران منصوب شد، اما پس از مدتی از خدمت مرخص شد و به کابل احضار گردید. مدتی بعد به مسکو رفت و در ماه قوس سال 1358 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. وی در ماه جدی سال 1358 هجری خورشیدی به حیث رئیس خاد آن زمان گماشته شد و تا ماه ثور سال 1364 هجری خورشیدی در همین سمت کار کرد. دکتر نجیب الله در سال 1365 هجری خورشیدی بر ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد و جرگه بزرگی را در سال 1366 هجری خورشیدی برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند. میر مسجدی به دیج سخه صاحب راپورت است و صاحب به کدامن سخه عثمان خان پروانی به پروان سخه راپورت است، امین الله خان لوگرای به دیج سخه راپورت است، ملا مشکالم به صاحب وردک سخه راپورت است، او په دې ترتیب به د ټول وطن څخه یو آواز راپورته سو چې وروره اوس موږ هېڅ شی نه پېژنو، د تجاوز سره مواجه یو، د دښمن سره مواجه یو. په دې کې جرګې وکړي چې یوه جرګه مو سره یو ځای سوه او یو آواز مو پورته سو، زه تاسو ته لیکلې درکوم چې سبا ته به دغه پاکستان درته رامنډې کوي چې زه در سره کینم، زه در سره کینم. در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان کشور به ویژه آزادی رسانه ها و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد و احترام به دین مقدس اسلام و پیروی از آن برای دولت الزامی شد. در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی نیروهای ارتش شوروی پیشین افغانستان را ترک کردند، اما خروج نیروهای شوروی سابق نیز پایانی بر جنگ های افغانستان نبود. و نمو روزی که شوروی از اینجا برآمده بود یک اعلان میکردن که برادن ما برای آزادی وطن خود میجنگیدیم، شوروی رو کشیدیم، آل دیگه برادر خود را، فرزند خود را، خواهر خود را و مادر خود را نمیکشیم، وطن خود را ویران نمیکنیم، این ما صلاح بر زمین گذاشتیم، ما قاتل اولادهای از این وطن نیستیم، از برادران خود نیستیم. نجیب انتخابات را اعلان کرده، ما میریم که انتخابات میکنیم و برای شما میامد و میگفتن که ما آزادی شما را گرفتیم، ما شما را دیگر نکشتیم، بگوین برای کی رای میتین، بگوین برای کی رای میدادین، اکثریتتان برای از امون رای میدادین مگر استقلال خود نداشتن. دکتر نجیب الله با خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان با سخنرانی های خود از طریق رادیو و تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه تلاش کرد سیاست آشتی جویانه خود را توسعه دهد، اما به گفته تحلیلگران مسائل سیاسی گروه های مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران این سیاست او را ناشی از ضعف دولت کابل و نوع نیرنگ تلقی کردند. بیایید افغانستان خانه مشترک ما شما هست، همه اولاد های از این وطن و از این فامیل هستیم و فامیلی هستیم که در این خانه مشترک زندگی میکنیم. خانه ما فعلا در گرفته است، وظیفه خرد و بزرگ است، نه رئیس جمهور تنها که یه آتشه که در خانه مادر گرفته، اگر کت واسکت میشه، اگر کت سطل میشه، اگر کت دولچه میشه، باید خاموش بسازیم. دکتر نجیب الله از پاکستان به عنوان بزرگترین دشمن افغانستان نام میبرد و در یکی از سخنرانی هایش گفته بود که پاکستان برای قدرتمند شدن خیش در پی ویرانی افغانستان است و نمیخواد که افغانستان قدرتمند در همسایگیش قرار داشته باشد. پاکستان
پاکستان از آینده خود دست و احراز دارد که اون طرف یک افغان یک هند قوی، این طرف اگر یک افغانستان قوی باشد، پاکستان در حقیقت امر بین دو سنگ آسیا گندم است. علت و منبع تمام مسائل از این جمله نشات میکنند که اینال پاکستان فیصله کرده که برای حفظ موجودیت پاکستان و آینده پاکستان ما باید چی کنم؟ یا حکومت دست نشانده خود را بیارم در افغانستان که او فرمان برداری مرا کنه، یا اگر این حکومت نمه افغانستان باید تجزیه شود و اگر تجزیه نمیشه چنان ویران شود، چنان خراب شود، چنان برباد شود، تکه تکه و پارچه پارچه شود که دا پس ای از جای خود میخیزه و پای خود استاده میشه و ای زخمهای خود را التیام میبخشه. 10 سال نیم 50 سال نیم قرنها بکار باشه. مجاهدین در سال 1368 هجری خورشیدی عملیات بزرگی را با هدف سقوط دولت دکتر نجیب الله در جلال آباد آغاز کردند. اما این عملیات با شکست سختی مواجه شد. به گفته تحلیلگران مسائل سیاسی، این شکست نظامی به نحوی این پیام را به مجاهدین رساند که دولت دکتر نجیب الله با وجود خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان همچنان به قوت خود باقی است. این دومین و سیومین بار است که بالای جلال آباد حمله صورت نپذیره. از طرف کی؟ صرف از طرف مخالفین؟ نه، از طرف ملیشه پاکستان، از طرف کماندوها، از طرف اجیران عربی با سلاحای متحشه که از بیرون می آیه. اون انگرهار همیشه بهار به خرابا مبدل گردید. بالای خوست هر روز حمله هست، بالای قندهار، در تمام وطن جنگ است. در 16 دلو سال 1368 هجری خورشیدی شهنواز تنی وزیر دفاع دولت دکتر نجیب الله کودتای نظامی انجام داد که این کودتا ناکام شد. دکتر نجیب الله در زمان خدمتش به عنوان رئیس جمهور به یکی شدن افغانها و وحدت ملی تاکید داشت و دسته های خلق و پرچم را از جنای دموکراتیک خلق در سال 1369 هجری خورشیدی منحل کرد و به جنای وطن دموکراتیک تغییر داد. نو چه نیست پیدا کاله خب چیشی بانده ده اختلاف پا چوکه خونه سو سومره ده پیسه قدرت جای جلال نور چیشی پکار دی بیروی سیاسی غره سوی دگر جنرال سوی مرکزی کمیته غره سوی وزیر دفاع سوی پا قرارگاه نظامی که زما ده معاون پایس کار کبی نور چیشی غاری زایم در تا خوشی کام داموی چه زر زپی نکنم دکتر نجیب الله سیاست آشتی ملی خود را ادامه داد و تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات را پذیرفت. اما اختلافات درونی در سالهای آخر حکومتش او را در آستانه سقوط قرار داد. از سوی هم بسیاری ها اقدامات حکومت مبنی بر دستگیری و شکنجه و زندانی ساختن شمار زیادی از مردم را میان سالهای 1358 و 1365 که دکتر نجیب الله عهده‌دار ریاست خاد بود به او نسبت میدادند که این کار سبب میشد بسیاری ها نرمش دکتر نجیب الله را به دیده شک بنگرند. از این رو سیاست مصالحه ملی وی موفق نشد. دکتر نجیب الله بالاخره در سال 1371 هجری خورشیدی پذیرفت که قدرت را به شورای حکومتی مجاهدین واگذار کند و خودش به نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل پناه ببرد. با کنار رفتن دکتر نجیب الله و تسلط مجاهدین در کابل، جنگ های تنظیمی در افغانستان آغاز شد. جنگ هایی که تا ویرانی بخش عمده ای از شهر کابل پایتخت کشور ادامه داشت. همزمان با جنگ های تنظیمی که در افغانستان جریان داشت، گروه طالبان نیز شکل گرفت و این گروه برای رسیدن به قدرت در افغانستان حملات خود را به کابل آغاز کرد. طالبان با تسلط بر کابل و بخش های زیادی از افغانستان به حکومت مجاهدین بر این شهر پایان دادند و دکتر نجیب الله را در پنجم میزان سال 1375 هجری خورشیدی در صبحگاه نخستین روز ورودشان به کابل بازداشت کردند و او را همراه با برادرش شاپور احمدزی کشتند و اجساد آنها را در چارای آریانا در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به دار آویختند. اجساد دکتر نجیب الله و برادرش توسط مردم به شهر گردیز ولایت پکتیا انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد. درباره انگیزه و عاملان قتل نجیب الله مطالب زیادی منتشر شده
است. از جمله برخی گفتند که او را عوامل با نفوذ پاکستانی در درون گروه طالبان به دلیل مخالفت نجیب الله با موافقتنامه دیورن کشتند. اما برخی نوشتند که او را مخالفان حزبی او که در آن زمان با طالبان هم نوا بودند به دار آویختند. پس از کشته شدن دکتر نجیب الله هواخواهانش وی را به خاطر حس وطن دوستی که داشت همواره می ستایند و با نام های شهید نجیب الله یاد می کنند. شمار زیادی از افغان ها دکتر نجیب الله را به خاطر در پیش گرفتن سیاست آشتی ملی و پیش بینی جنگ های تنظیمی بین مجاهدین می ستایند. از این کده ناکامی بزرگ دیگه وجود ندارد، از این کده شکست بزرگ دیگه وجود ندارد. که آدم سر اشک یتیمان و آه و ناله و زجه و فریاد بیوزنان حکومت بکنند، آدم سر خرابه ها، آدم سر قبرستان ها، سر استخوان های عزیزان و دلبندان و برادران و پدران و مادران و خواهران خیش حکومت بکنند. به باور آگاهان و ایرانی ها، خونریزی ها و آوارگی هایی که این جنگ ها برای مردم به بار آورد، شماری از مردم افغانستان را به یاد سخنان دکتر نجیب الله انداخت که گفته بود اگر قدرت به یک اداره مورد توافق همه افغان ها منتقل نشود، در افغانستان جوی های خون جاری می شود. در سالهای اخیر مجموعه سخنرانی ها و تصاویر ویدیویی او بر روی سایت های اینترنتی و کتاب فروشی های کابل و تقریبا همه شهرهای افغانستان پیدا می شود. حتی تصاویر او به عنوان قهرمان شهید در سالنامه ها به چاپ می رسند.